حسن هاشمیان استاد دانشگاه و کارشناس جهان عرب از واشنگتن با ما هستن. آقای هاشمیان خوش آمدین. ارزیابی شما از این آتش‌بس یمن چیست و امکان پایداریش رو چطور می‌بینید؟ خب این آتش‌بس در حالی توسط حوثی‌ها مورد قبول واقع شده که تا دو روز پیش اینها مخالفت می‌کردند با آتش‌بس و برای اون شرط می‌گذاشتند. مسئله دوم این که شروط این آتش‌بس تغییر نکرده و همون چیزی است که قبلا مطرح شده، در واقع شروطی که بایستی حملات هوایی، زمینی و دریایی متوقف بشه. در مورد محاصره صنعا و فرودگاه صنعا هم فقط حق دارن به اردن و مصر پرواز کنن، اونم هفته دو بار، و قراره که 18 کشتی سوخت هم در بندر هدیده اونجا لنگر بندازه و سوخت برسونه و راه‌های استان‌های مختلف یمن هم باز بشه. اینها شروطی است که قبلا وجود داشته و حوثی‌ها باش مخالفت کردن، منتها انگار که دستوراتی از تهران اومده و حوثی‌ها که اراده‌ای هم از خودشون ندارن این دستورات به این شکل اجرا شده. از روز پنجشنبه در واقع حوثی‌ها با پادشاهی عمان که میانجیگری سر را به عهده داشته تماس گرفتن و عمانی‌ها هم با نماینده سازمان ملل تماس گرفتن و نماینده سازمان ملل در مسقط با حوثی‌ها دیدار کرد و این آتش‌بس نتیجه این دیدارها بود. آقای هاشمیان چقدر فکر می‌کنید در آینده امکان پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای جنگ یمن وجود داشته باشه؟ یمن راه حل نظامی نداره. این مسائلی که الان در مورد آتش بس مطرح میشه قبل از جنگ تعز مطرح شده بود، منتها حوثی‌ها اونو رد کردن، حملات علیه تعز را ادامه دادن، جنگ رو ادامه دادن، شکست خوردن و الان به این شکل برگشتن. منتها فشارهای سیاسی که آینده یمن رو مشخص میکنه و به نظر میرسه، من مطمئن نیستم، به نظر میرسه این قضیه کلان داره رخ میده و حوثی‌ها این آتش بس رو به این شکل میپذیرن، به صفحات آخر توافق برجام برمیگرده. یک فرضیه دیگه هم وجود داره که ممکنه پوتین در این قضیه دخالت کرده، چون که اخیراً روابط پوتین با این کشورها مثل امارات یا سعودی خیلی خوب شده و ممکنه دخالت کرده باشه و از سپاه پاسداران خواسته که این آتش‌بس رو در این منطقه ایجاد کنند. من بعید میدونم که در کل و در استراتژی سپاه این سازمان و این مجموعه دست بکشه از در واقع جنگ افروزی و مسائل مربوط به جنگ و این چیزها.